پس از نشر گزارش‌ها در مورد منع فعالیت آموزشی موسسات بین‌المللی در شماری از استان‌های افغانستان استیفن دجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که این تصمیم می‌تواند برای مردم افغانستان به ویژه زنان زیانبار باشد او گفته است اگر این اتفاق بیفتد یک گام هولناک دیگر برای مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران جوانان و به طور کلی برای افغانستان خواهد بود و بار دیگر خطاب به طالبان گفت که هر فرد حق تحصیل دارد و این گروه باید دسترسی کودکان و بزرگ سالان به آموزش را تضمین کند در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف نیز گفت که نگران است و در این مورد با طالبان صحبت خواهد کرد روز چهارشنبه 17 خرداد گزارش هایی نشد مبنی بر اینکه طالبان فعالیت تمام مؤسسات بین المللی در زمینه آموزش را به استثنای یونیسف در کشور من کردند گزارش‌های نشده از منع فعالیت مؤسسات بین المللی در افغانستان ها در مورد منع آموزش دختران پایین‌تر از کلاس ششم را افزایش داده است در حال حاضر نیز گروه طالبان زنان و دختران در افغانستان را بالاتر از کلاس ششم از حق تحصیل و همچنین از حق کار کردن و حضور در اجتماع من کرده است